از همون اول که نامزدها برای ضبط برنامه‌شون وارد صدا و سیما شدن، سوالی ازشون پرسیدیم تا آمادگیشون رو برای رقابت بسنجیم. اینکه آیا فکر می‌کنن انتخابات به دور دوم کشیده میشه یا خیر؟ بعید نمی‌دونم با توجه به وضع موجود که انتخابات به دور دوم کشیده. من امیدوارم که در همون دور اول تکلیف انتخابات تعیین بشه. یکم زود قضاوت، ولی اگر همه اینهایی که امروز کاندیدا هستن تا پایان همه بمانن، معنیش اینه که به دور دوم کشیده میشه. امیدوارم که انشالله در دور اول نتیجه مشخص بشه. به دور دوم کشیده نمیشه. معلوم شد کاملا آماده رقابتند، حتی اگه به دور دوم کشیده بشه. اما چه نامزدی در صدا و سیما چی ضبط کرد؟ حداد عادل برای ضبط برنامه تلویزیونی به صدا و سیما اومده بود. بنده تأکید کردم که مهمترین وظیفه رئیس جمهور آینده کمک به حل مشکلات اقتصادی مردمه. حداد عادل بعد از ضبط برنامه با عارف مواجه شد که برای ضبط برنامهش اومده بود. جالبه از دو طیف سیاسی مختلف هست این ملاقات. 30 ساله با هم ارادت داریم. دوستان قدیمی. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ خوش آمدید. سلام باشی. متشکر. محسن رضایی هم مثل بقیه با انرژی به صدا و سیما اومد. امروز چه برنامه دارید صدا و سیما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یه برنامه نیم ساعته برای معرفی نامزدها. رضایی در این برنامه نیم ساعته هم از موضوعات داخلی گفت، هم از خارجی. آرامش به خانواده از طریق بهبود زندگی و ثبات در کشور، چه ثبات سیاسی و چه ثبات اقتصادی. رضایی ضبط برنامه رادیویی هم داشت و قبل از اون مقابل نماد رادیو عکس یادگاری گرفت. میخواهم از دغدغه ها و نگرانی ها از یک طرف و از امید و شوق های شما و خودم با شما صحبت کنم. شما خوبه، خوش آمدید. برنامه چیه؟ برنامه الان تلویزیون رادیو ثبت برنامه تلویزیونی هست. روحانی رو ترکان و نوبخت از دولت مردان دوره اصلاحات و سازندگی همراهی می‌کردند. محوری ترین برنامه‌ای که در این برنامه تلویزیونی اعلام کردید اگه خیلی مختصر بخواید بیان بکنید. محوری ترین برنامه‌ای که من در این برنامه اعلام کردم این بود که باید مدیریت کشور تغییر بکنه. روحانی به رادیو هم رفت و در اونجا اتفاقی با عارف روبرو شد که ضبط برنامه رادیوییش تموم شده بود. راه استقلال، خود اتکایی، خود باوری رو. سلام علیکم. محمد رضا عارف و ورودش به صدا و سیما برای ضبط اولین برنامه تبلیغاتیش. اولین برنامه رادیویی هست که در خدمت دوستان هستم و زحمت دادم به دوستان. چرا باید برای مشغول کردن جوانانمان به هزار دوست و آشنا رو بیندازیم؟ مهمترین محوری که شما می صحبت کردین چی بوده؟ بس اقتصادی بود. مهار تورم مهمترین مسئله من و مهمترین دغدغه من است. محمد قرضی هم از نامزدهایی بود که به صدا و سیما من مدت هاست که سازمان تشریف نیاوردید، درسته؟ کم افتخار بودم، کم توفیق بودم. وزیر دوران سازندگی محور اصلی صحبت‌های رادیوییش مدیریت بود. خدمت عزیزانم عرض می‌کنم که اون چه که گذشته شده است راهنمای آینده است. این که مردم استقبال کنن از برنامه های یک کاندیدا. قرضی به استودیوی سیما هم رفت. اما جدول پخش برنامه های فردای نامزدها، سعید جلیلی ساعت 8 شب در برنامه با دوربین شبکه اول سیما، محمد رضا عارف ساعت 23:30 پاسخ به سوالات ایرانیان خارج از کشور در شبکه بین المللی جام جم، و علی اکبر ولایتی ساعت 22:45 برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما.